سلام دوستان، من نعمت زاده و این برنامه کامنت شو است. ما نشر اولی برنامه را ثبت کردیم و برای اکثر هم پسند آمد. اگر شما آن را ندیدید پس توصیه میدیم که شبکه‌های اجتماعی را جستجو کرده آبونه شوید. ما را آنجا حتما مییابید. برنامه امروزه را با یک جمله ساده ولی کاغذ پیش آغاز میکنیم. در یک گروه فیسبوکی نفر چنین نوشته است: عبدالله احمدعلی و پیاز، دو چیزی که در تاجیکستان همه آنها را میکوبد. من احساس میکنم که شاید شما تا جای سرفهم این جمله را نرفتید، لیکن بیاید من از ا تا ی آنها را به شما قصه میکنم. اول از موضوع پیاز آغاز میکنیم. این شب و روز سر استفاده ترین مفهوم چی در رسانه ها و چی در شبکه های اجتماعی همین موضوع پیاز گردیده است، زیرا در هفته های اخیر نرخ یک کیلوگرم پیاز تا به 10 سومون رسید. میدونه چی؟ در مون یک خوراک رو پیازداغ میگویند که ترکیب آن از پیاز، روغن و پیاز عبارت است، یعنی چیزی ندارد. جمله دیگری هم هست که میگویند اگر در خونه چیزی برای خوردن نباشد لااقل پیازداغ کرده میخوریم. اکنون من در حیرتم که بعد چنین بالا رفتن نرخ پیاز چی میخوریم، زیرا دختر بیناز نمیشود آش به پیاز. در گروه های شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک مردم درد قیمتی نرخ پیاز رو با عکس و نوار و لطف و لطیف تحمل میکنند. مثلا آمدن بحران پیاز رو کاربر چنین اشاره کرده است: مرد خلطه پیاز رو آغوش کرده خواب رفته است، یا به خلطه پیاز قلف زدند. تماشابینان عزیز، در میان شهرهای زیاد کاربران یک نفر چنین نوشته است: پیشتر در سمبوسه ها گوشت میکفتیم، حالا باشد پیاز میجوییم. بعد خواندن این جمله ها مرا یاد همون لحظه های گوارا برد که در یک سمبوسه خانه صورت گرفته است. بیایید یک بار آن را دیده پس آن برنامه را ادامه میدهیم. شیف، یه مرده که ساموسا بردی کن، هر یک گاز میگیره داشتو میگه، متهم میگه، کیمچیو میگه، ده بار رفتم باور کن، هستو بالان زدی است. من کار دارم. آه میگه ساموسا چی میگه زاویه چیزی میگه. شما دیوانه میشی ما؟ بابا، شما دیوانه میگم می؟ چی گفت تنجمی؟ شما کار دار، تاکار کار سازی بود. ای اکمه شما دا کار ندارم اکایه. چی کار داری؟ ای من زنم گفته استادم. چی زنم تو؟ من زنم میگم که سامبوسا پس میگم گوش در کار. میگم بگوش کن، میگم بگوش نمیشه. او من او پیاز کتیمیش دست کو؟ در آخر این موضوع به فروشندگان پیاز اشاره کرده گفتنیم که عزیزان دل، تجربه نشان داده است که این نرخ ها موقتی بوده، بعد از چند وقت همه چیز جای خود را میگیرد. برای همین اگر امروز نرخ پیاز با دلار برابر شده باشد هم باز روز با همین چند دلار ما خلطه پیاز را از شما میخریم. از این رو در همه حالت یک چیز را از خود دور نکنید: انصاف. تماشابینان گرامی، از اولی برنامه ما نام عبدالله احمدعلی را گرفتیم. گپ سر آن است که با اطلاع رسانه‌های خبری عبدالله احمدعلی، تاجیک بچه مقیم دوبای، در نشر 413 یک بازی برناک در فرودگاه دوبای برنده شاه جایزه با مبلغ $1 میلیون شده است. گفته می شود که ظاهرا مرد تاجیک هنوز نمیداند که صاحب $1 میلیون شده است، چون تا حال از خود درک نداده است. دستاندرکاران چاره‌بینی او را جستجو کرده خواهش میکنند که برای گرفتن برد به ماموریت لاتاری مراجعت کند. طبق اطلاع در صفحه فیسبوکش در شده، او زاده شهر خوجند بوده، عین حال در دوبای عمر به سر میبرد. دوستان، در این راستا ما یک خبر دلنشین کننده هم داریم. اگر یادتون باشد در همین روزها یک سال پیش قریب همه ما در دل ماتم داشتیم، زیرا 5 فوریه سال 2022 آوازخوان تاجیک دمیربیک اولیموف دنیا را به طور فاجعه‌ای پدرود گفت. با اطلاع رسمی دمیربیک اولیموف هنگام حرکت در راه به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته، از راه ماشینگرد به قسمت شغلپوش راه برآمده یک چند مرتبه چپه شده است. دمیربیک اولیموف همگی 33 سال عمر دید ولی در عمر کوتاهش ترانه‌های دلنواز زیاد ایجاد نموده در دل و دیده مردم ماوا گرفت. راستی تو هنوز در همه جا یاد از این سراینده مرحوم میکنند. گلجهان الهامی یک کاربر فیسبوک امسال آهنگ را پیشکش مخلصان دمیربیک کرد که بر پایه سرود دنیا آماده شده است. او در شرح این آهنگ زیبا نوشته است که ما با دمیربیک اولیموف نقشه های زیاد داشتیم ولی صد افسوس. عزیزان اکنون بیاید به سراغ خبرهای دیگر می رویم. طور می دونید چند روز پیش در یک قسمت ترکیه و سوریه زمین لرزه سخت رخ داد که در نتیجه ضررهای کلان جانی و مالی به قید گرفته شد. در پس منظر این رویدادها آشپز معروف ترک بورک ازمیر در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی به پیروانش مراجعت کرد. نوارها نشان میدهند که مرد از بی‌سر و سامانی که در اطرافش رخ میدهد صمیمانه نگران است و درد میکشد. Lütfen imkan olan kimse... او میگوید رفیقان دست ما بسته است، من حالا هیچ کار کردن نمیتوانم، من در حقیقت میخواهم که کمک کنم اما همش خراب شده است، من نمیتوانم به نزد قربانیان روم، ما در وضعیت دهشتبار قرار داریم. Lütfen herkes eline geleni yapsın. در یک نوار دیگر دیده می شود که چطور بورک ازمیر با رضاکاران به مردم یاری میرسانند. دوستان عزیز، از روی وعدهمون در برنامه گذشته امروز ما درباره ماجرای جداشوی و قصاصگیری دو ستاره سرشناس ژرارد پیکه و شاکیرا گفته میگذاریم. طور در رسانه ها مشاهده می شود قصه عشق دو ستاره جهانی آوازخوان معروف شاکیرا و فوتبالیست آوازدار ژرارد پیکه با ناکامی انجام یافته تابستان سال 2022 از هم جدا شدند. شاکیرا و ستاره کلوب آوازدار بارسلونا پیکه 12 سال با هم زندگی کرده صاحب دو فرزند بودند ولی خیانت فوتبالیست باعث جداشوی اویله گشت. معمولا آدمان مشهور جدایی را خیلی آسان پشت سر نموده به زودی عشق و دلخوشی نو مییابند، اما زخمهای قلب شاکیرا و پیکه هنوز شفا نیافته تا حال با هر راه و واسطه کوشش از یکدیگر قصاص گرفتن را میکنند. شاکیرا در سرودهاش ستاره فوتبال را پس زده در خیانت به بیوفایی متهم میسازد. در جواب ستاره بارسلونا ژرارد پیکه عکسهای با معشوقه نو گرفتهاش را در شبکه‌های اجتماعی پهن میکند تا به تارهای نازک دل شاکیرا ناخن زده رشک و علم او را بیارد. شاکیرا و ژرارد هر دو در یک روز 2 فوریه به دنیا آمدند. شاکیرا امسال به 46 سالگی قدم نهاد و در روز زادروزش سرودی نوش را معرفی کردنی بود. در این باره او در اینستاگرام خود خبر داده حتی گفته بود که زنها دیگر گریه نمیکنند، زنها رقص میکنند. ولی فوتبالیست بیوفا باز عیش او را تلخ کرد. به خاطر قصاص گرفتن از سابق محبوبش ژرارد پیکه در عرفه روز زادروز شاکیرا توی عروسی دامادی آرسته زن گرفتنی شد. طوری که نشریه اسپانی نوشته است ستاره دسته آوازدار بارسلونا با کلارا چه خونه‌دار می شود. مخلصان قصداً در روز زادروز شاکیرا توی کردن پیکه را یک عمل افلاس و نامردانه گفتند. نگفته نماند که هواداران شاکیرا نیز به این ماجرا دخالت کرده عروس نو پیکه را روز نمیدهند. آنها در همه جا پیش راه کلارا را گرفته این دختر را در جدایی دو دل داده گناهکار میسازند و برایش ترانه های شاکیرا را میسرایند تا که او را به غضب بیارند. ماهای آخر کلارای 23 ساله از ترس مخلصان شاکیرا در خانه بابای بیبیش پنهان شد. آخر برای یک دختر جوان با شاکیرا رقابت کردن بسیار مشکل است. کلارا از عصبانیت زیاد بیمار شده در یک کلینیک مشهور تبابت روانی نیز گرفته است ولی ژرارد تنها در فکر قصاصگیری خود است. حتی گپ است که بر قصد سابق دل دادهاش پیکه میخواهد توی عروسی و دامادیش را با کلارا چیا در خانه قصر مانند یکی از خویشاوندانش که در همسایگی شاکیرا زندگی میکند گذراند. همینطور ماجرا و قصاصگیری این دو ستاره با هم درست نگرفته ادامه دارد و آنها تشنگیشان را از خون هم نشکستند. تماشابینان عزیز، من باور دارم که تا این لحظه از برنامه ما لذت بردید، لیکن باور کنید که من از خواندن این خبرها کمی مانده شدم. از این رو بیاید دوام برنامه را در هفته آینده ببینیم. خیر.